استیزا استهزا شد. از زبان شمار از نمایندگان مجلس این چنین گفته می شود. اما ظاهراً به نظر می رسد داستان استیزا وزرا با برخورد فیزیکی دو نماینده مجلس دنباله‌دار شده، در حالی که مجلس نمایندگان پیشتر از این با اکثریت آرا تصمیم گرفت که باید 11 وزیر استیزا شوند، اما چنین نشد. معاون مجلس این چنین گفته بود: در موضوع استیزا تغییرم نمی آید و به کمیسیون‌ها هم بر نمی گرده. رئیس مجلس این گونه اعلام کرد، با این اضافه که هدفشان سال 1390 است. هر وزیری که در سال 1360 وزیر نبوده اونا از این گفت منتفی است. نماینده مجلس هم این گونه قضاوت کرد: امیر از اجندا بیخی بکشین، 11 وزیر شما استیزا میخواییم بکنین، 11 وزیر یعنی تالان شاید. اگر شما یک وزیر استیزا کرده تا نیستین درست. تغییر تصمیم ها بر اساس قانون، معامله یا زور؟ تلفونا و به مسائل و به معامله ها تن در نتیم، بسیار بدنامی شده در پارلمان. همیشه وزیرایی که مورد استیزا قرار گرفتن، باز وقتی که وزیر براعت گرفته با آبرومندی رفته به چوکی خود، ولی وکیل بی آبرو شده. چرا مداخله میکنن؟ چرا فشار میارن؟ چرا به حتی به بعضی تهدیدهایی که باید فلان وزیر چرا استجواب میکنن؟ چرا استیزا میکنن؟ اگر استیزا استجواب شد فلان گپ در قبالتان است. حکومت به هیچ صورت نمیتونه مانع استیزا باشه، به خاطر قانون اساسی است. به هر صورت همه دم از قانون و قانون مداری میزنن، اما معلوم نیست چه کسی قانون میداند و چه کسی هم قانون مدار است. رای که شما کردین خلاف لایحه وظایف داخلی است. امی مادر شما برای ما بکشین که وقتی که به اکثریت آرا ما در تالار فیصله کرده باشیم، به سر از او فیصله شما بازای گیری میکنین. این عضو مجلس در مورد استیزای وزرا بدین بار است که ناخواندن نباید امضا میشد. وقتی تصمیم گرفته نهایی بکنین، چند روز از ما برای استیزا بحث میکنین؟ بودجه مانده، قطعیه مانده، هی استیزا کی تعیین میخواییم بکنین؟ حیات اداری بعد روز اول متوجه میشید کارش مطابق اصول وظایف داخلی است یا نیست، مطابق قانون اساسی است یا نیست. در بهبوهه سر و صدای درون مجلس خواست اینچنینی رئیس همه را به خنده آورد. از جناب قانونی سب میخواییم دمیجا کمک بکنه، یک رای حل پیشنهاد کنه. در کنار اتهام معامله‌گری از سوی خود اعضای مجلس نمایندگان بر یک دیگر، بحث روی خاص این چنینی همه را شگفت زده ساخت. در حد بس همی بود که دو مسئله بود، یک امتیاز و مسئولیت ها، و مسئله دوم معادل امکانات و امتیازات وزیر باید بر وکیل امکانات داده شود. روزها سپری شد و سرانجام سرنوشت به برخورد فیزیکی منتهی شد، برخوردی که با ایجاد کمیسیون بررسی همراه شد. بنابرای برخورد غیر قابل قبول یکی از اعضای ولسی جرگت، بالاخره منتج به برخورد فیزیکی شد که ریاست ولسی جرگت کمیسیونی را در این قسمت توظیف کرده که تا این موضوع را پیگیری بکنه. با آنکه ایجاد کمیسیون ها برای هر مسئله در افغانستان بیشتر به طنز مبدل شده، اما زمان نتیجه این کمیسیون را نیز مشخص خواهد ساخت. و این هم شعارهایی که بیشتر در دور 16 مجلس به گوش می رسد. مملکر، مملکر، مملکر. سلام به گفتمان، خوش آمدید. اکنون پرسش های اصلی این است که استیزا به دلیل مصرف نشدن بودجه که اکثریت با فررسیدن رخصتی های مجلس، نه استیزا صورت گرفت و نه بودجه تصویب شد، چه پیامی به مردم دارد؟ آیا وضعیت موجود وجهه مجلس را به عنوان یک کل زیر سوال نمی برد؟ و سرانجام مردم سالاری این چنینی چه تصویری در ذهن مردم افغانستان ایجاد خواهد کرد؟ مهمانان گرانقدرمان، آقایان همایون همایون، فرهاد مجیدی و خانم وجمه صافی اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، آقای سرور جوادی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، آقای جاندان اسپیغر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد یا فیفا، مهمانان گرانقدر خوش آمدید. چرا مجلس نمیتونه وزرا را استیزا بکنه؟ خانم صافی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هیلی را سره ناست ورون تو د دې برنامه محترم لیدونکو ته. دا وازی او جوته خبره ده چې د ملت په کور کې دی یو فکر او دی وی مفکوري او د یو قوم افراد نه دي ناست. 209 څلوېخ نفر او چې درې پکې شهیدان دي او باقی مانده د همدغه 209 څلوېخ فکرو سره راغلي دي. د افغانستان عمده ستونزه دا ده چې سیاسي عذاب موجود نشته. ډلې دي، ټپلې دي، قومونه دي، په ژبه، په سمت،
راغلی دی شورا ته د ملت په کور کې استازي توپ کو نو دا جواب ته چی په یو دوه نفری په کور کې چی دوه نفر جون کې دغه ترمنز هم شخړه راځي څه خاصه چی دا د ملت استازي دی د ملت مهم خبرو باندې جارو باس کیږي دا ډیره مشکله ده چی یو فکر په بل فکر باندې په جابر او یا په اکرا یا په رضایت قبول کړی شي دا واضح خبره ده چې هیڅ وخت نه قبليږي او ستونزه عمده ستونزه دا ده چې موږ سیاسي عذاب نه لرو او موږ د ډلو د ټپلو د تنظیمونو نه او د سمتونو نه بعضي مستقلانه او بعضي د چا حلقه په غاړه راغلیو شورا ته نو دا جوته ده چې همیشه تصمیم ته سره نه رسیږو او دغه شخړې منځته راځي خو یې سپین غر آیا واقعا نبود یک مفکوره واحد یا احزاب سیاسی مقتدر درون مجلس یا متفاوت بودن اقوامی که بین عنوان نماینده های مجلس و یا هم بحث های دیگه ای که از معامله گیری های اینچنینی مطرح میشه سوی اعضای خود مجلس نمایندگان واقعا باعث شده که نمیتونن وزرا را استیضاح بکنن من به نوبه خود سلام تقدیم میکنم خدمت میهمان های عزیز و بینندگان عزیز البته یکی از عواملش نبود احزاب قوی و نبود برنامه در بین پارلمان است ولی در پالی از عوامل دیگه هم وجود داره مخصوصا مسئله اخیر در رابطه با استیزا یک عاملش هم ضعف هیئت اداری است عدم دقت در مسئله استیزا با وجودی که پارلمان دوره 16 هم بیشترین تجربه را در رابطه با مسئله استیزا داره چندین بار بر سر استیزا اینا با مشکلات جدی روبرو شده اما هیئت اداری و وکلای محترمی که هستند از این تجربه در او حدی نیاموختند که اینا در رابطه با استیزا دقت بکنن تصامیمی که در ایسا گرفته میشن دقیق گرفته شوند و همچنان کنترل و تنظیم امور از طرف هیئت اداری که وظیفه‌اش است یک عامل عمده دیگه است که بیشتر تاثیرگذار است ولی طبیعی است که وقتی این چون وضعیت پیش می آید پارلمان هم قسم که خانم صاحبی گفت یک پارلمان حزبی نیست و بیشتر نفوذپذیر است از بیرون وقتی تو وضعیت پیش می آید گروه های سیاسی که در بیرون از پارلمان هستند اونا نیز اعمال نفوذ می کنند مخصوصا حکومت که تقریبا قوی اجرایه رقیب میدانه خود برای قوی مقننه اعمال نفوذ میکنه و تلاش میکنن که برنامه سیاسی شانه و به یک نوع برابرداری سیاسی را از این مسئله کنن این هم عواملی است ولی عامل اصلی را که من میبینم عدم دقت در تصمیم گیری در رابطه با مسئله استیزا و عدم توانایی لازم هیئت اداری که در صورتی که همچون معضله پیش میاد چطور کنترل بکنه و چطور راه حل‌هایی را استفاده بکنه که با آسانی مجلس راهنمایی کنن و از این معضله بکشن آقای همایون در آخرین مورد شما چند وزیر را میخواستن استیضاح بشه و دلش چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم خب ما فکر میکنم دلایلش در یک ما به تمام مردم افغانستان واضح شده که مصرف نمصرف شدن بودجه سال 1390 که قطعش به محال رسیدن و به پارلمان و تصویب خود پارلمان که هر وزارتی که از 50% تحت 50% بودجه را مصرف کرده باشه اونا باید قابل استیضاح باشند و در این مورد امی 11 وزارتی که فعلا نام برده میشه اینا همگیش تحت 50% بودجه خود مصرف کردن و به این دلیل اونا استیضاح میشن و شما هم میخواستن که 11 وزیر باید استیضاح شوند؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان عرض سلام خدمت شما مهمانای عزیز برنامه و بیننده‌های تلویزیون بله ما هم موافق بودیم قسمی که در رای گیری مجلس روز شنبه تصویب شد اکثریت اعضا موافق بودند که از این حق و صلاحیت قانونی خود استفاده بکنند و وزرا را مورد بازپرس و از حق قانونی خود استفاده بکنند و استیضاح بکنند تا مصوبه شورا هم وجود داره که وزرایی که کمتر از 50% اما مشکلات در بین این 11 وزیر درخواست ما بود که باید حتما تفکیک صورت بگیره بین وزرا از جمله 4 وزیری که در او زمان سمت وزارت یا مسئولیت آن وزارت ها را نداشتند و از او جمله گزارش بخش مربوطه کمیته مربوطه بسیار برای ما مهم بود که
باید کمیته مالی و بودجه گزارش خود را به مجلس ارائه بکنه و بعد از گزارش و شنیدن و استدلال منطقی و نتیجه گیری درست و گزارش کمیسیون مربوطه ما بتونیم تصمیم بگیریم. اما قسمی که دوستان اشاره کردند مشکلات زیادی وجود داره، ضعف هیئت اداری که همه ناقص هست. طبیعتاً قسمی که شما در گزارش خود مفصل مسائل را به مسائل اشاره داشتید، همه اینها واقعیت های درون مجلس هست که متأثر است از این مشکلاتی که ما در درون مجلس با او مواجه هستیم. فیصله های ناقص طبیعتاً که همانطوری که با گزارش ما داشتید تا سرحد وقت منطق گفتگو استدلال تمام میشه دیگه، بعد بس این درگیری های فیزیکی و حملات فیزیکی و مشکلات دیگه هم به وجود میاد که غیر اخلاقی و غیر شکرمانی هست. آقای مجیدی، به این مسائل برخورد فیزیکی خواهیم پرداخت. ما میخواییم بفهمم که شما میخواین یا میخواستین 11 وزیر استیضاح شوه یا 7 وزیر و چرا دلیلش بود؟ بر اساس قانون افغانستان و قانون اساسی و اصول وظایف داخلی این حق مجلس نماینده ها هست. هیچ کس نمیتونه که ما همیشه در پشت مصوبات مجلس قاطعانه استاده بودیم. اما قسمی که من خدمت شما عرض کردم تکراراً میخوام عرض بکنم که نه مصوبات ناقص که باعث بروز مشکلات میشه. یک مثال میخوام بدم که در قانون آمده که خب ما حق قانونی ما استضا بکنیم، اما کجاست اون منطق ما و محاسبه خود نماینده ها که در زمانی که آن وزیر سمت وزارت را نداشته چطور اون میتونه ما مورد بازپرس مسئول دیگری که در آن زمان سمت وزارت را داشته و در نیمه سال این سمت به این مسئول جدید داده شده؟ یعنی بحث قانون و بس باید خود ما هم یک محاسبه دقیق و منطقی داشته باشیم که در مجلس این تصمیم بسیار احساساتی گرفته شد و مصوبه هم داریم که ما اخیراً مصوبه آخر این بود که باید هر 11 وزیر به استضاء به مجلس حاضر بشن، که باز هم ما میگیم که از این موضوع دفاع میکنیم. اما مشکل اصلی جای دیگری هست که یک مدت شده که مجلس متأثر است از یک مدیریت زورمندانه مافیایی یک حلقه خاص، که اینها میخواین که مجلس به شکلی از اشکال به گروگانگیری سیاسی بکنن و همون اهدافی که دارن، برنامه هایی که دارن، میخوان با اعمال زور، فشار و خرج پول و مسائل دیگه اونا را اعمال بکنن و به کرسی باشن. او هدف چیست؟ با تأسف باید بگویم که از استیضاع استفاده ابزاری میشه. یعنی از این طریق تعداد میخواین که باجگیری بکنن از وزرای مربوطه. گزارش های وجود داره که پول های کلان از وزرا از این طریق خواسته شده. ای کاش این دلسوزی واقعی می بود و به خاطر این واقعیت ها باید مردم حقشان است که باید بشنوند مردم افغانستان که در دوران مجلس همچون واقعیت های اتفاق میفته. از این طریق میخواین که یعنی بحثی نیست که دلسوزی وجود داشته باشه که این پول چرا با در نظر داشتین که این نیازمندی های مردم افغانستان در پروژه های بازسازی و کمک هایی که باید شد و مصرف بودجه بسیار زیاد هست که نیاز داره که باید همه بودجه ما هم طرفداری هستیم که مصرف بشه. این دلسوزی وجود نداره، بلکه مشکل اصلی در همان جایی است که از این صلاحیت قانونی مجلس استفاده ابزاری میشه و میخوان فشار بیارن بالای وزرای مربوطه و باجگیری بکنن. آقای مجیدی، حالا به این بحث های باجگیری و ساختار مافیایی این مسائل بدتر خواهیم پرداخت. ما میخوایم بفهمم که
شما میخواین یا میخواستید 11 وزیر استیزا شو یا 7 وزیر مشخص؟ ببینید ما اون استدلال را شما بیشتر گفتین دیگر، من میخوام بفهمم که 7 وزیر را میخواستین استیزا شو یا 11؟ شما بگویم که هیچ کار را ما بدون محاسبه، بدون استدلال، بدون از این که او را ما به تحلیل و تجزیه بگیریم و محاسبه بکنیم و هیچ تصمیم نمیگیریم. همین تصمیم را که در مورد استیزا گرفتن چند وزیر را میخواستین استیزا شود؟ مصوبه اخیر ما استیزای 11 وزیر کابینه بود، اما هنوز هم شرط ما این هست که باید تفکیک بشه، باید که با مسئولین دولت افغانستان از جمله وزرا برخورد قانونی و محترمانه بشه. یعنی آقای مجیدی با پوزش من میخوایم بفهمم حالا اینجا بحث های قانونی و استدلالی که شما داشتن گفتن و همه این رو درک کردن، من میخوایم بفهمم که این پاسخ مشخص چیه است. شما میخواستن 11 وزیر بر اساس مصوبه پیشتر مجلس نمایندگان 13 شوه یا بدتر 7 وزیر، مشخص جواب چی است؟ نه ما تا موافق بودیم یا اکثریت آرای مجلس فیصله کرد در مجلس اخیر که 11 وزیر استعفا شوند. ایره شما موافق هستید؟ ما یکی از موافقین این برنامه بود. آقای جوادی شما در مجموع صحبت ها را شنیدید، اگر بخوایم بفهمیم که واقعا در درون مجلس چه جریان داره، واقعا ساختار مافیایی شده، واقعا اینجا بحث قانون دیگر معنا نداره، هیئت اداری ضعف داره، ساختارهای قومی بیشتر تاثیرگذار است، اساسا مشکل چی است در درون مجلس؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان گرامی که در این برنامه هستیم. من میخوام بگم که متاسفانه اول یک سوی تفاهم یا سوی برداشت از اصل پروسه یا روند استیضاح وجود داره، یعنی نه فهم دقیق در پارلمان هست از این روند و نه فهم دقیق در حکومت هست. مطابق ماده قانون اساسی که پروسه استیضاح تشریح میکنه، استیضاح 3 مرحله داره. مرحله استیضاح یا خواستن وزیر در صحن مجلس برای پاسخ به سوالات، مرحله بررسی قناعت و عدم قناعت اعضای مجلس نسبت به توضیحات ارائه شده، و مرحله رفتن به سوی دوباره رأی اعتماد دادن یا سلب اعتماد، یعنی صندوق گذاشتن برای اعمال رأی. من فکر میکنم که این 3 مرحله را اگر تفکیک بکنیم مشکلات به وجود نمی آید. یعنی استیضاح به عنوان استیضاح و اقدام اولیه هیچ شرط و شروطی نداره، آنگونه که استدلال شده به ماده 77 قانون اساسی و امثال از اینا. این حق اعضای مجلس هست که 20% طرح استیضاح خواهان شود و وزیر استیضاح شود، و شرط نیست که وزیر روزمان وزیر بود یا نبود. یک، از این نگاه استیضاح حق مجلس هست، در هر حالت میتونه استیضاح بکنه. دوم، از این حیث که وزیر در رأس یک سیستم قرار داره، نه ای که اعمال شخصی وزیر در اینجا مورد بررسی قرار بگیره، اعمال سیستم مورد بررسی قرار بگیره. وزیر مکلف هست که در برابر اموطوره که در برابر رئیس جمهور مسئول است، در برابر نمایندگان مردم مسئول هست، لااقل امیقدر مسئولیت داره که بگه در امی اداره ای که ما در رأسش قرار گرفتیم پیش از ما چه ضعفایی وجود داشته، آیا امی وزرا در مدتی که ماموریت انجام داده این ضعف را آورده به پارلمان گفته یا نه. در حالی که از زبان بعضی از این وزیرا در بیرون شنیده میشه که اینا گفته ما پس از 11 سال از صفر کار دهی وزارت شروع کردیم، امی گپ ما نمایندگان مردم نمیگه. دومی که بریم به سوی بررسی به اصطلاح قناعت و عدم قناعت، متاسفانه در اینجا یک اشتباه در مجلس نمایندگان صورت گرفته، خلاف اصول وظایف داخلی اینا چندی قبل یک فیصله کرده که این ناشی از عوامل دیگه است که به سوال شما میرسو و میپردازم، که اینا گفتن که بررسی و قناعت و عدم قناعت باید رأی سری باشه، در حالی که رأی علنی هست در اصول وظایف داخلی، اما اینا فیصله کرده سری باشه. اینجا این سری بودن به این دلیل اینا فیصله کرده که گفته خب وقتی کارت ها بلند میشه سرخ و سبز، بعضی از وکیلا به اصطلاح میترسه از اینکه کارت مخالف بلند بکنه در برابر وزیر، و بعضی از وکیلا میشرمه. زمانی که نماینده مردم
بترسد از موقف گیری خود یا بشرمد، که ترس ناشی از تحت نفوذ بودن وکیل برای قدرتمندان هست و شرم ناشی از روابط فسادآلود اداری و اقتصادی هست. به این اساس این هم یک فاجعه است. اینا آمدنی تصمیم میگرفتن. فعلا این همه جنجال هم ناشی از است که اعتماد نداره. میگه خب 11 وزیر که بیایه، وقت موضوع بررسی قناعت و عدم قناعت مطرح شود، چون رای سری هست ممکنه همه زیر ساتور قرار بگیره. در واقع او دلیل موجهی که در پروسه سوم باید اعمال شود، اما دلیل موجه منظور نشود، چیزی را که آقای مجیدی هم سر از او تاکید داره. بله، زمانی که وزیری در او زمان وزیر نبوده، وقت بررسی میشه که آیا دلایلش موجه بود یا نبود، عقل و منطق حکم میکنه که او مسئولیت او را نداره، اما قانون به او حکم میکنه و عقل و عرف هم حکم میکنه که او باید بیای امو ضعف ها را لاقل توضیح بده. پس اصل پروزه قانونی هست و تصمیمی را که گرفتم. در عین حالی که ما سر اصل فیصله ولسی جرگه در آغاز هم انتقاد دارم، عجولانه تصمیم گرفته شده با چند دلیل. اولی که قضاوت کردن بر سر حساب قطعیه به معنای قضاوت کردن مطابق دید خود حکومت هست. اداره کنترل و تفتیش است که حساب قطعیه را تنظیم میکنه و اداره کنترل و تفتیش مربوط شورای وزیران هست. در عین حالی که بین امی اداره مربوط شورای وزیران و تک تک سکتورها اختلافات حسابی وجود داره، ما سر از این نمیتونیم حکم صادر بکنیم. ما میخوایم بگم که مجلس نمایندگان در اعمال صلاحیت نظارت بر اعمال حکومت فوق العاده ضعیف عمل میکنه. یعنی حساب مالی منحصرا توسط مجلس نمایندگان رسیدگی شوه و تصمیم گرفته شوه و نظارت شوه، اما ای که این قدر مصرف نتانسته بر اساس گزارش خود از اینا مجازات میکنه، ولی آنانی که مصرف کرده چگونه مصرف کرده هیچ نوع محاسبه وجود نداره. این یک تصمیم عجولانه بود. و بعد مصلحت های کلان ملی را ما باید در نظر بگیریم. ما نیمی کابینه را به یک مرتبه به پروسه استیضاع میکشانیم و جنجال سیاسی و عواقبی که تا به امروز شاهد از او هستیم، در حالی که کشور ما در نقطه قرار داره. ما سر یک پل لرزان قرار داریم که با هر تکانه امکان سقوط در طوفان هست. در این شرایط ما فکر میکنیم این بس بسیار بس جدی نیست. حساب قطعیه در سالهای گذشته هم مشکل داشت. آقای جوادی، با پوزش ما میخواییم که حالا بحثای مصلحت شب بهتر شما صحبت بکنید در موردش. از نگاه قانون، قانون چه میگه؟ باید 11 وزیر استیضاح شوه یا 7 وزیر؟ ما از نظر قانونی تصمیمی را که مجلس نمایندگان در آغاز برای استیضاح 11 وزیر یا اگر 15 یا اگر 5 یا اگر 20 می گرفت، از نظر قانونی در او مشکل نمی بینم. مگر این مرحله را باید حکومت هم اشکال تراشی نکرد که این سوی تفاهم است که بین پارلمان و بین حکومت یک زبان مشترک حقوقی وجود نداره متاسفانه. و البته امی بهانه را دست حکومت هم خود اعضای مجلس داده. اینا بودن که بجرو بحث کردن که ما چرا وزیره که او وزیر نبود. حالا بعد از فیصله خودشان اشکال را تراش کردن. اون مرحله هیچ مشکل حقوقی و قانونی نداره. مرحله سلب اعتماد اگر میرسید در اون مرحله، چنانچه وزیری را که در اون زمان وزیر نبوده اینا رای عدم اعتماد میدادن، ناموجه بود. یعنی در کلیت میخواییم بفهمم که آنچه را که به عنوان استیضاح 11 وزیر از سوی مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت تصویب شد، یک کار قانونی بوده. بله، هم از بنا به صراحت قانون کار قانونی هست و هم بنا به ای که وزیر در رأس یک سیستم قرار داره و ای که بگیم که این پاسخگوی هیچ چیزی در او اداره و وزارت نیست، هم از او جهت. من برتان مثال میزنم. مثلا فرض بکنیم در دنیای مدرن خوی معمول هست، یک طیاره سقوط میکنه، وزیر توانوردی استعفا میده یا عزل میشه، در حالی که نه پیلوت است و نه کنترل میدان هوایی دستی از او است، اما او از مدیریت ضعیف نمایندگی میکنه و این چنین حادثه نشانگر مدیریت ضعیف هست و بنابراین با وجه که عمل شخصی از اون نیست، که بعضی از اعضای مجلس هم میبینیم که به آیات و روایات استدلال میکنن، لا تزیر و وزیرتون وزر اخرى، کسی گناه کسی دیگر رو جواب نمیده. اینجا خب بحث مدیریتی است. بحث مدیریتی مثلا یک جای انفجار صورت میگیره، وزیر امنیت باید زیر سوال قرار بگیره، در حالی که نه او انفجار دهنده است و نه پیرداری از اون منطقه و محله. و اما سوالی که در آغاز کردید
یک مشکلات در کجاست؟ مشکلات متاسفانه زیاد است. بعضی گفته شد، من نمیخوام تشریح بکنم، مثلا پراگندگی فکری که در اونجا وجود داره یک مشکل هست. دخالت های بیرونی هم دیگه تقریبا روشن شده و از زبان خود نمایندگان هم بارها گفته میشه. بحث معاملات هم گفته میشه، البته من به تمام آنچه که گفته میشه باور ندارم، یعنی اونقدر وسیع و وحشتناک که تبلیغ میشه. و ما متاسفانه خب مطلق گرایی در کشور ما هست. اما این گپم بحث ترس وجود داره. بسیاری از وکیلا با حمایت قدرتمندا آمده و همون قدرتمندا در پشت بسیار قضایای تنش‌آلود استاد هست. این واقعیت داره. موضوعی که برای ما مهم هست دو چیز هست. یکی بی‌معیاری و بی‌هدفی در امی برنامه ها هست که گاهن ما میبینیم حتی بین اپوزیسیون و بین حکومت یک موضع واحد در قبال یک مسئله واقع میشه. این نه از روی پرنسپ و اصول، بلکه بر معیارهای دیگری است. اپوزیسیون در سرک ها میخیزه، کل ذهن مردم مغشوش میسازه که حکومت فاسد است، ضعیف است، کابینه این است، آن است، آن است. اما پشت سر یک وزیر حکومت به امو اندازه تلاش میکنه که ممکنه رئیس جمهور تلاش بکنه بر زدنش یا بر ماندنش. یک موضوع. موضوع دیگه مسئله شخص محوری هست. اشخاص و افراد در حکومت یا هدف منتقدین قرار میگیره در درون پارلمان، یعنی یک تعدادی از این جنجال ها و تلاش ها بر سر ازی هست که در زیر چتر مثلا 11 وزیر یک یا دو وزیر باید زده شود، ولو که او دیگرا قربانی ناحق هست. از این طرف از بیرون هم این تلاش صورت میگیره که به خاطر یک وزیر مثلا یک شخص باید کل پروسه تخریب شود که حق قانونی نمایندگان است. این معیارها در کشور ما به حدی قوی شده که هیچ وقت ما به او ارزش ها متاسفانه نمیرسیم. بیننده گفتمان از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز است. چرا مجلس نمایندگان تصمیم عجولانه میگیره؟ چرا شرم و ترس در میان اعضای مجلس نمایندگان افغانستان وجود داشته باشه؟ و چرا زمانی که قانون حکم میکنه سریعا که باید این 11 وزیر جهت استیضا با مجلس حاضر شوند، حاضر نمیشوند؟ پس از میان برنامه کوتاه خانم صافی پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید. بیننده گفتمان از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز هستید. چرا مجلس نمایندگان افغانستان تصمیم عجولانه میگیره؟ چی چیز باعث میشه تا نمایندگان مردم بترسن یا بشرمند؟ و چرا زمانی که مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا تصمیم میگیره که 11 وزیر استیضا شود چنین نمیشود؟ خانم صافی؟ ستاسو دو سوال پر جواب کنیم. تصویل چی ولی عجولانه تصمیم نیسی؟ آقای جوادی اشاره کردن به این. بله، نو فکر کنم چی تصمیم عجولانه پا دین و چی مربوطه کمیسون چی مالی کمیسون گزارشی ور کبولی سیجر گیتا در وزارت مالی دقتی رپورت هم من تراغه او مشترک جلسه پا مالی کمیسون که پا دیبانه هم در اتلزگون و کمیسون جوره شوه و نمایندگان پا که موجودو دا تثبیت شوه ټولی ولسی جرګې ته د ولس نمائندګانو ته چې وزیرانو سالنګاری کړی دا خپل بودیجه نه د تصویب کړی او هم په پریکړه وشوه د رؤساو په کمیټه کې چې معیار یې ورته وټاکه چې چا د 50 سلن نه کمه مصرف کړي هغه باید استیضا شي. نو دا تصمیم عجولانه تصمیم نه و په دې کار شوی و داسې دفتن موضوع نه وه چې ناګهان یوه ناګهاني پیښه وه او په ولسي جرګه کې راپیښه شوه. یو بله دا ولی ویره موجود ده، ولی خلق ویریگی ورور خی اشاره ورته وکړه لو دوی سره زه هم موافقه ما چې ویره په څو قسمه ویره ده. یوه ویره دا ده چې اکثریت د دینه ویره لري چې سبا د ماکل په خاطر باندې وزیر ته دریږي او وزیر اغلس چې امضا شوی دی او څنګه چې سپینغر صاحب هم اشاره ورته وکړه ورور هم ورته وکړله چې د اداري آیت ضعف دی چې هر سند چې امضا شي هر سند چې د استیضا د یا د کومې موضوع دپاره امضا کیږي هغه افشا کیږي هغه د وزیرانو په میز لویږي کله چې وکیل د خپل ماکل او خپل ټولنی د ناخوالو په خاطر باندې چې په وزارت کې شته مراجعه کوي وزیر وتاول د استیضا ورقه را دقیق چې متاسفانه تا خو په دې کې امضا کړی ده، یعنی کار دې نه کیږي. ما ته د مراجعه بې معنا ده، بې ځای ده، زه د منهیز نماینده د ملت نه پیژنم. یوه
بل داده چی دا په وضاحت ویو چی اکثرا نمایندگان ویو چی دا واضح خبره ده رڼا خبره ده او دا باید پټ نه کو کې پټ کو د خلکو نه پټ کو نو وجدانن خو باید رنه شي او وجدانن د شپې باید زمونږ فشار یا ټیټ شي او یا جګ شي باج اخلي د وزیرانو نه هغه باج په سمانه پروژې اخلي لوی پروژې دی پاغې کې شریکيږي هغه باجون اخلي د کور کرایانه ورکول کیږي موټر ورکول کیږي تعقیبی موټر لري باډیګردان ورکول کیږي دا واضح خبره ده چې سبا ویریږي دا هغه د ملت په خاطر یا شین کارت یا سور کارت نشي پورته کولای د ملت په خاطر نشي مجبور دی د شخص په خاطر ټټونی سي نو دا فیصله د دې په خاطر باندې وشو چې الته دا وجدانن راحت وي او پوه نشي چې چا د چا د پاره یا تایید را واچوله یا درد را واقعیتونه باید ووایو او د واقعیت په مش چې کیناستو پټول یې هم ګناه ده ځکه خدای ته ورتګ لرو نو خبر هم داره چې ولی وزیران استیزانو شلو ولی استیزانو شلو تاسو ولې چې ولی استیزانو شلو هغه څوک چې د وزیر په طرف ودرید او د وزیر په طرف واقعه هغه هرگز نه غواړي چې د وزیر لاس د وزیر د لاس نه لاندې دي هغه څنګه کولی شي چې د وزیر لاس جک خپل لاس راکش کی هغه مجبور مکلف دی چې تر اخرین سلګي پوري کله دوه په مرګ هم تمام شي نه مجبور مکلف دی د وزیر نه دفاع وکي کاغه خزره کاغه نر دی نو په همدغه موضوع باندې جنجال را پیخیږي وزیران نه استیزا کیږي او د استیزا حق د اساسي قانون د یو نویوم دو نویوم موادی مادی صراحت لري چې دا اختصاصي حق دی د وکیل چې وزیر استیزا کی دا که په هغه وخت وزیر وکنو دلته عقل شته دلته منطق شته دلته موږ انسانانی دلته اشرف مخلوقاتی دلته موږ مغز او فکر لرو دلته د سینې دی چې دا 209 سال وي ټول بي سواد دي په دې کې لس نفره بي سواد نشته نو ټول مکمل سواد لري که هغه لس نفره بي سواد هم ورته ویو چې راغلی هغه د یو قوم مشرتوب کوي هغه د یو قوم مشرتوب کوي د یو قوم ډېرې لویې فیصله کوي نن په شورا کې نشي کولی چې د یو وزیر په مورد باندې تصمیم نیولی شي خو مشکل همدغه دی مشکل زموږ همدغه دی چې موږ واحد مدیریت نه لرو چې هغه ضعف زموږ یمه چې زموږ په آیت اداري کې دی چې زموږ آیت اداري خپله طرف واقع کیږي کله یو طرف په یو طرف کې اعلی طرف چې درنه شو زمونږ آیت اداري پر راس کې هغه په هغه تل کې ځنه چې کله چې دی خواته درنه شو دی دی به طرفانه قضاوت نه کوي آقای همایون دو مسله آقای مجیدی اشاره کردند که مجلس متاثر از مدیریت زورمندانی مافیایی شده و زیر نظر یک حلقه خاصی داره میشه خانم صافی اشاره کردند که اکثریت نمایندگان با می لفظ باجگیر هستند بادیگارد برشان میته وزرا موتر برشان میته او واقعا چنین است خب ما چون آقای مجیدی صاحب بغیر از اینکه هم صنفی هستیم رفقای نزدیک هم هستیم و ما براش بسیار احترام دارم به نظرش ای که مافیا در داخل مجلس وجود داره ما فکر کنم که این گپ درست نیست و از خاطر برخورد فیزیکی که دیرو صورت گرفته آقای مجیدی قهر است و از این خاطر صرف این نظر گفتن و در غیر آن اگر حتی این نظرشان جدی بگیریم ما فکر کنم که مافیا در درون مجلس نیست مافیا از مجلس بیرون هستند کسایی که آمال نفوس میکنه بالای وکیلا و کسایی که از یک جنگ کوچک بین دو همصنفی که در تمام پارلمان‌های دنیا صورت می‌گیره از او به استفاده شب طرف 8 بجه خود آقای وزیر دفاع به شخص یک وکیل میآید و از او پرسان میکنه که ما برای شما چی خدمت کنم و چی امکانات در دسترس شما بتم شاید فکر کنم که این مافیا در بیرون از تالار باشه نه در داخل یک مورد است و مورد دیگری که ما تا به هنوز هیچ شخص را ندیدیم که با یک وکیل پول داده باشه و ما دیده باشم یا اسناد موجود باشه هر کس فغان میزنه که وکیل پول میگیره من نمیگم که همگی ملائکه هستن و پاک هستن شاید باشه
لیکن من ندیدم اشخاص را که اونا پول گرفته باشن، کس در مورد از او اسناد داشته باشه. سخنای زیاد گفته میشه در داخل تالار که رشوت میگیره، مگر تا به امروز یک وکیل هم نخیست نگفت که فلانی تو گرفتی اینی اسناد. صرف از خاطر از این که بالای یک وکیل فشار بیاره و یا یک کس را تخمیناً چی کنن مشخص کنن که فلانی این کار میکنه، از خاطر از این گپا گفته میشه. یک مورد است. و در مورد برخورد فیزیکی که در اوج صورت گرفت، ای یک چیز معمول است و معمول هست؟ یعنی چی معمول؟ معمول به معنای از این که در پارلمان‌های تمام دنیا، در ژاپن، در اوکراین، در کوریا، در بسیار از کشورها، از خاطر که مخالف نظر هستند و بعضی وقت مسائل پیش میان که برخورد فیزیکی میشه و سبایش بسیار زود پس همو هم سنفی هستن، همو جا میشینن و مشکل نیست. من میخوایم بفهم آقای همایون، شما در دو مورد پاسخ گفتین، لیکن بحث مافیایی که آقای مجیدی بهتر برش پاسخ بگن، بحث باجگیری که خانم صافی به صراحت گفتن که اکثریت باج بگیره هستن، من میخوایم بفهمم در آخرین مورد برخورد فیزیکی، چرا برخورد فیزیکی باید صورت بگیره؟ دلیلش چی بود؟ من عرض دارم. در مورد گپای خانم صفای صاحب، من میتونم بگویم که اگر باجگیری هم باشه در داخل پارلمان، من فکر کنم کسایی هستن که از وزیر دفاع میکنه، کسایی که وزیرها را به تالار میخواه اونا را استیضاح میکنه و میگن که این باید سلب صلاحیت شه به خاطر که بودجه را مصرف نکده، یک وزیر مشخص نه، دو نه، 11 وزیر. و در مورد قطعیه که یک مورد است و این 4 وزیر هم که حضور پیدا نمیکنم، فکر کنم که یک اقدام غلط حکومت است که محترم تشریح کردن پیشتر که استیضاء حتما به معنای سلب صلاحیت وزیر نیست. اونا وضاحت میتن و به عنوان استیجواب چون این چیزی در پارلمان های کشورهای دیگه وجود نداره. استیجواب و استیضاء عین معنی است که یعنی مشکل ده ایست که بعضی از وکیلا میگن که باید استیجواب میشدن. من فکر میکنم یک کس را که پارلمان نتونه که استیضاء کنه، اونا را استیجواب هم نمیتونه، به خاطر که امو وزیری که در او سال که بودجه مصرف نشده بود چطور میتونه که استجواب شوه وقتی که او وزیر نبود؟ او از چی پس؟ بله آقای همایون، این حرفایی است که آقای جوادی با او اشاره کرد. ما میخوایم بفهمم چی چیز باعث میشه همون همری که معمول هست شما میگن در تمام پارلمان های دنیا که برخورد فیزیکی میان نماینده های مردم صورت، مشخص چی چیز باعث شد که میان آقای لالایی و آقای مجیدی برخورد فیزیکی؟ خب در کمیته رؤسا وقتی که رأی گیری به روز شنبه که باید وزیرها استیجاب میشد، در خود کمیته رؤسا رأی گیری صورت گرفت. 11 کارت سبز، 9 کارت سرخ و 2 کارت سفید بود که متاسفانه مدیریت ضعیف رئیس پارلمان نتونست که امی چیز ابلاغ کنه، بگویه که آیا وزیرها باید به روز شنبه بیایه و یا نه. یکی از وکیلا خیست و به طرف رئیس پارلمان گفت که مدیریت ضعیف شما هر وقت جلسای عمومی را و جلسای ریاست کمیته رؤسا را به تشنج کشیده. این وکیل چه کسی بود؟ این وکیل فکر کنم هلمند بود دنسرت. آقای مجیدی شاید بهتر بدانن، شما حرفایتون رو بگوین، آقای مجیدی بهتر. خب اسم از او وکیل فعلا یادم نیست، اگه رئیس گروپ پارلمانیستن. اونا وقتی که خطاب به رئیس کردن به این الفاظ، رئیس اونا رو بدون دلایل معجب گفت که شما اخراج شوین از جلسه و بسیار به قهر در اینجا بود که یکی شخص خودم به رئیس محترم پارلمان گفتم که شما حق ازیر ندارین، وقتی که یک کس نظر خود ابراز میکنه و مخالف شما میباشه شما او را از جلسه بکشید. که در این وقت آقای مجیدی خیست و گفت ما از رئیس دفاع میکنم و هیچ کسی نیست که پیشوری مرا بگیره و بعضی مسائل دیگه که چون مشکلات چی بود، الفاظ بین آقای لالایی و مجیدی تبادله شد و جنگ صورت گرفت. یعنی ما مطلب می بود که چیز معمول است که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا که اونا از دموکراسی 50 سال و 60 سال و 80 سال میگذره که در اونجا دموکراسی است و پارلمان وجود داره و نظرهای یکی دیگر هم میتونن بشنون، در اونجا جنگ صورت میگیره. در افغانستان آقای مجیدی واقعا چنین است؟ در این مورد برخورد فیزیکی اول نه خیر،
اشارت داشتن به برخوردهای فیزیکی در پارلمان های دنیا، بله این تجربه ها را پارلمان های دیگر دنیا هم، ژاپن مثلا، روسیه، کشورهای دیگر داشتند. اما اونها روی مسائل بسیار کلان مفاد و منافع که عذاب سیاسی اونجا نصاب بیشتر تشکیل میده، اونا دعوایشان میشه، نه روی این جزئیاتی که ما دعوا میکنیم. چی بود این جزئیات؟ اصلا نزاع از کجا شروع شد که همونطوره که آقای امایون شروع کردن، بعد از رای گیری دقیقا همان 9 کارت بود و 11 کارت بود و 3 رای ممتنع بود و او نصاب لازم را، یعنی 50+1 را که در قانون هست در کمیته رسابت برای گذاشتش پورا نکرده بود، که در همان مناقشه وجود داشت یک رای دیگه که یکی از رؤسای کمیته ها به مجلس داخل شد و او هم به جمع ما پیوست. ما در اولویت کاری خود بودجه را قرار داده بودیم و همیشه میگیم که اصلاح را باید از خود آغاز بکنیم و در بحث روز شنبه که آخرین روز کاری مجلس بود گفتیم یک کمیسیون تعیین شده بود از قبل که باید آسیب شناسی میکرد، ما باید خود را اصلاح میکردیم در درون مجلس. ما موافق بودیم با این که در روز شنبه در اجندا او گرفته شد. به هر حال این دو تر استهزای طرف مقابل ما و این تر اصلاح خود ما که درون مجلس مشکلات فراوان داریم اولی را اصلاح بکنیم برای گذاشته شد که همون نصاب 10-11 و 3-2 رای ممتنع که به هر حال این نمیشد که او اکثریت داشته باشه. وقتی که میخواست رئیس مجلس تصمیم نهایی خود را اعلان بکنه و در نهایتش رئیس مجلس نظرش همین بود که نخیر این رای به اندازه کافی یا اکثریت آرا نیست، که وقتی متوجه شدن طرف مقابل که از جمله آقای همایون هم در طرف مقابل بودن، شروع کردن به پرخاشگری، شروع کردن به دو و دشنام و حتی تا سرحد همین آقای همکارم آقای همایون به دو ناموس بالای رئیس مجلس و بدبختانه رئیس با غیرت مجلس و خانه ملت امروز در یک محفل میگه که به خواهرت فاش دادی، جوابش همیست. به هر حال نمیخوایم که ما دعوا بیشتر بکنیم. بعد در اونجا ما گفتم که اینجا ایرم ما گفتیم و باز هم تکرار میکنم، گفتم اینجا مجلس هست، جای گفتگو هست، جای استدلال هست، جای منطق هست. شما باید قانون رو رعایت بکنید، استدلال منطقی بکنید، اصول وظایف داخلی رو باید مراعات بکنید و اینجا جای لوچکی نیست. همین حرف رو ما گفته و نه کمتر و نه بیشتر. در همین اثنا آقای همچنان اینا ادامه می دادن به دو دشنام پرخاشگری، که آقای لالای حمیدزی بالای ما حمله فیزیکی کرد. خب درگیر شدیم و در اونجا در درگیری و حمله اول از او بود که مناسب و شایسته یک نماینده منتخب مردم نیست، او هم از ولایت مثل قندهار، و آقای پایوسف زائر هم درگیر شد و یک تعداد دیگه هم که در اونجا بودن درگیر شدند، که از جمله با وکیل صاحب دیگه هم درگیری صورت گرفت در درون مجلس که واقعا متاسف است. بله، حالا میخوایم جوابای کوتاه در دو مورد دیگه. شما زمانی که میگن که ساختارهای مدیریتی مجلس مافیایی شده، بر اساس چی میگن؟ آخه این میگه چون چیزی نیست. مافیا به کی میگید شما؟ ببینید وقتی پرخاشگری میکنن، زور میگن، حمله فیزیکی میکنن، دو دشنام ناموس میدن به رئیس مجلس، یعنی به مردم مجلس. ما به خدای نکرده یک بحثی که بسیار زیاد مهم است که با تمام اعضای مجلس هر کدام از دیروز میدیدم یک تعداد میکروب های هستند که میخوان به این مسئله رنگ و بوی قومی بدن، که این مسئله مثلا ما متاسف هستم، یعنی مردم قندهار به همه با لاله حمیدزی موافق نیستند با روش هایی که او استفاده میکنه. مردم مثلا شریفی داره، به طور مثال مردم جلال آباد با اخلاق حاجی زائر اصلا موافق نیستند، یا مثلا مردم خوست
با کاری که آقای همایون میکنه موافق نیستن. بسیاری مردم مثلا شریفی از هر قومی از هر نژادی در پارلمان و در بیرون از پارلمان در ولایت افغانستان وجود داره که ایراد یک وقتی هستن کسانی که این موضوعات میخوان رنگ و بوی قومی و متعصبی بدن که با هر کدام ما وظیفه داریم که در مقابل ایستاده باشیم و این همان دید منفی بعضی از نماینده و این حلقه هست که مجلس را متاثر ساخته و هر روز نگرانی اعضای مجلس بیشتر میشه که عاقبتش زیاد خوب نیست. یعنی این نام هایی را که شما گرفتن و توضیح هم در مورد این که تعریفی که شما از مافیا داشتن، همین نام ها ساختار مافیایی را در درون مجلس ایجاد کردن؟ بیشتر آقای جوادی، حالا اگر شما هم عضو مجلس نمایندگان در دور 15 هم بودن و مطمئنم نگاه مردم را میفهمن، همیشه در میان مردم هستن، وقتی که مردم بشنون از میان خود نماینده های مردم که اکثریت نماینده ها باج بگیر هستن، وقتی که مردم ببینن که نماینده های مردم میگن که ساختار مدیریتی مجلس مافیایی شده، وقتی که مردم بشنوند که الفاظ رکیک بین نماینده های مردم مبادله میشه، همین ذهنیت مردم در مورد مجلس چی خواهد بود؟ من در قدم اول متاسف هستم از اینکه یک بحث بسیار حقوقی و تکنیکی خوبی را که ما و شما شروع کرده بودیم کشانده شد به جزئیات یک بحثی که البته یک گلای از شخص شما هم هست که مدیریت میکنید در واقع برنامه را. واقعا ما نمیتونیم پارلمان تافته جدا بافته از کل جامعه افغانستان بدانیم. افغانستان شالوده و روح و روان و تار و پوتش فعلا خشونت هست و این میتونه انعکاسش در نماینده های مردم هم باشه. و یک نکته با پوزش آقای جوادی، من میخوام یک نکته اشاره بکنم. آنچه را که به عنوان برخورد فیزیکی اینجا مطرح شد، متأثر همان بحث استیزا مسائل حقوقی بود. دوم نکته، چیزی را که مردم اکنون میخوان بفهمن که چرا بین نماینده های مردم این گونه رفتار صورت بگیره و الفاظ رکیک بین نماینده های مردم بر خود فیزیکی صورت بگیره، یک سوال هست. من فکر میکنم که خب یک قسمت از این مقصر خود مردم هم است. این مردم بودن که با یک تیک سرنوشت یک چنین نهاد را تعیین کردن. من فکر نمیکنم که ما وقتی میگیم جدای از جامعه افغانستان نیست به می معناست. اینا از آسمان نیامدن، از زمینم نیامدن، از بین می جامعه آمدن و با امو قلمی را که مردم کشیدن. خب این گپا هست. به هر حال درد ما و دشواری های ما و مشکلات ما بسیار بزرگتر و عمیقتر از برخورد فیزیکی دو کس است، حالا روی هر دلیلی. می رسیم به صحبتی که شما کردید. خب یک چیز دیگه هم در صحبت های خانم صافی بود، که مثلا ورقه استعضا یا اسناد بلافاصله به میز وزیر میرسه و زمانی که وکیلم به خاطر مشکلات مردم خود مراجعه میکنه به وزیر، وزیر میکشه که متاسفانه یعنی تو هم امضا کردی و معناش این است که کار تو رو انجام نمیتیم. به نظر من خب یک چنین برخورد نباید وکیل را از موقف قانونیش پس بکشونه، به خاطری که این برخورد وزیر سوء استفاده از صلاحیت هست و این خودش جرم هست و یک مدرک میشه برای وکیل که باید یخن وزیر بگیره که چرا از صلاحیت خود سوء استفاده میکنه، به خاطری که وکیل اگر استفاده کرده از حق قانونی خود استفاده کرده. در مجموع ما باید متاثر باشیم از این که ما یک پارلمانی نسبت به پارلمان گذشته بهتر نداره. من فکر میکنم پیش از شروع برنامه یک شوخی را با آقای اسپنغر داشتیم که سرنوشت جامعه ما مدیریت و سیاست در افغانستان همانند کسی است که در یک باتلاق افتاده که او تلاش میکنه خود بالا بکشه اما برعکس پایین سقوط میکنه و این ضرورت داره یک انسجام ملی را برای اصلاح از این وضعیت. در این رابطه باید دستگاه اجرایی ما هم همدلی نشان بده که ما این وضعیت در آینده لااقل اصلاح بکنیم. نهادهای مدنی ما، رسانه های ما و در مجموع افکار جمعی باید بسیج شود و اگر ما یک بسیج و یک انسجام ملی را در جهت اصلاحات از خود شروع تا به نهادهای خود
فکر نکنم سازمان ندهیم و هر کدام ما فقط امو عقده های درونی خود کوشش کنیم تشفی بدیم، ما از این کده هم وضعیت بدتر شاید بدیم. ما فقط در این وضعیت نمیخوایم بگیم چقدرش راست چقدرش درست دیدگاه جامعه شناسانه و روانشناسی در این قسمت چیست، فقط اظهار تاسف میکنیم و فقط عرضیم به عنوان یک فرد از افراد از این ملت این هست که مردم افغانستان و نهادهای ملی و مدنی باید یک انسجام ملی را ایجاد بکنه برای اصلاح وضعیت، گذشته از خواسته ها و تفاوت دیدگاه ها. و عین عرضم خطاب به امی نمایندگان محترم هم هست که همسنفی های دیروز من است و ما امروز در قطار از اینا نیستیم، ای که در بسیاری موارد اصلا دنیا ببینید آقای جوادی چون فرصت اندک هست فقط با گذشت و مدارا هست که ما میتونیم به یک فضای صلح‌آمیز چی در نهادها و چی در جامعه برسیم. دنیا در اروپا جنگ جهانی دوم 25 میلیون انسان را کشت، اما با گذشت و مدارا امروز رسیده به اینکه همه اروپا یک ملت باشه، نه تنها هر جغرافیا بلکه همه اروپا یک ملت باشه. ما هم در درون پارلمان اگر هستیم، بیرون اگر هستیم، اگر گذشت نداشته باشیم، مدارا نداشته باشیم و بخوایم بر رخ هم دیگر بکشیم، فکر میکنیم که بسیار زخم ها سرباز میکنیم. آقای اسپینگر، شما چند پیش از چگونگی عملکرد دور 16 مجلس نمایندگان افغانستان یک ارزیابی داشتن، یک گزارش پژوهشی را منتشر کردن. زمانی که این همه مسائل در اینجا مطرح میشه، شما دلایلش ناشی از چی میبینید؟ واقعا مشکل در کجا بوده که این گونه از معاملگری ها، مافیا، دشنام و این همه مسائل در درون مجلس افغانستان حرف زده میشه؟ خب من فکر میکنم بسیار بازی هم دوستان اشاره داشتن و من در صحبت اول خود گفتم که عوامل مختلفی این مشکل شکل داده. هم قسم که دوستان گفتن نبود احزاب قوی در پارلمان تا وحدت تصمیم گیری را سرعت ببخشه و همچون مشکلات ایجاد نشه، مسئله هیئت اداری که باید مطابق به با اصول وظایف داخلی بسیار دقیق باشه برای تنظیم جلسات و پیشبرد امور، این یک ضعف وجود داره. همچنان مداخلات از بیرون، پارلمان سخت آسیب پذیر است. همه قسم که وکلا گفتن متاسفانه بعضی وکلا راستی و ازی که بیاین تلاش کنن سیستم تغییر بتن، کوش میکنن مشکلات انفرادی و موکلین خود حل بکنن، اینا به این ترتیب بیشتر وابسته میشن به وزرا و اراکین حکومتی. این هم فعلا به یک فرهنگ تبدیل شده که اینا بیشتر وابسته شدن، این هم تاثیرات خود دارن. ولی تا جایی که فیفا یا نهاد ما مشاهدات خود داره، من صرف تاثیرات منفی را که مخصوصا مشکل استیزای اخیر ایجاد کرده در پارلمان میخوایم بحث بکنم. اولا بحث‌هایی که فعلا در کمیسیون‌های تخصصی صورت می‌گیره بسیار بحث‌های کم رنگ است، وکلا با شوق بحث نمی‌کنن، مسائل تخصصی بیشتر، مسائل بسیار عمده وجود داره که بحث مورد بحث قرار نمی‌گیره. این نشان می‌ده که این مثلا زیر مسئله تاثیر یا نفوذ استیزا رفته است. مسئله تصمیم عجلانی که در رابطه با میکانیزم یا طرز العمل عدم قناعت و قناعت گرفته شده است که توقع میره که روز به روز پارلمان بازتر بشه، مخصوصا تصامیم مسئله رای گیری باید باز باشه. یانوز ما میریم برعکس، بعضی سیستم ها را دیگه هم بسته میسازیم. رای دیهی پنهانی و سری به هیچ عنوان مطابقت نداره با موویژن و دیدگاه کلی پارلمان. چرا پارلمان در کل باید شفاف باشه و مردم باید آگاه باشه از همه چیز. اگر ما به خاطر رفع یک مشکل میریم مکانیزما را دوباره طوری عیار میسازیم که از شفافیت دور میشیم، این خودش یک نقصی دیگه است. و به همین ترتیب من فکر میکنم امیال میکانیزمای بسیار واضحی وجود داره. اگر در رابطه با راه حل بگویم، کمیته رؤسا وجود داره که باید برای این مشکل بشینن یک راه حل پیدا بکنن. رئیس اداری یا هیئت اداری میتونه، مخصوصا رئیس مجلس مسئول است که با حکومت این مسائل از هر طریقی هست باید حل بکنه. حال یک مسئله حیثیتی برای پارلمان تبدیل میشه. نزاعی هم که فیزیکی به وجود میآید ناشی از امیز که این مسئله کاملا حیثیتی شده و بعضی از وکلا این را کاملا بسیار مرتبط به شخصیت خود میدانند. بسیار ضرور است که برای این راه حل پیدا شود. امیدوار هستم. بیننده گفتمان از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز. حالا در آخر با توجه به این همه حرفایی که در مورد درون مجلس افغانستان مطرح میشه، سرانجام آیا ادامه وضعیت وجهه مجلس به عنوان یک کل نزد مردم زیر سوال نمیبره؟
آیا مردم را نسبت به روند مردم سالاری بی‌باور نمی‌سازد و در نهایت سرنوشت استیزا و تصویب بودجه چه خواهد شد؟ خانم صافی؟ سرنوشت بودجه را خو امروز دیدین که بودجه رد شد. ملاحظاتی که داشتن وکیل صاحبا و بگویم که مو عدالتی که تامین میشد بین ولایت‌ها بالخصوص ولایت‌های درجه 3 و درجه 2 وکیلا سر و صدا داشتن و شما صدای کمیسیون بودجه را هم داشتین که دو کمیسیون مخالفت داشت، مطلقا جواب رد داده بودن به بودجه و دیگران ملاحظات خود داشتن و پیشنهادات داده بودن و قناعت نکرده بودن. گپمی بود که قناعت نشده بود و نمو بود که بودجه رد شد. بار دیگر میبینیم یا لاو یا نصیب که حکومت باز کدام کاروایی خود میکنه و باز به فیصله های ولسی جرگه تن میدهد، یعنی مثل لوی سارانوال و قاضی قضات بودجه را معمول یک معما جور کرده که از ابتدای پارلمان تا امروز حل نشد و به هیچ یکی از فیصله های ولسی جرگه حکومت لبیک نگفت و هیچ وقت قانون حکومت رعایت نکرد و همیشه قانون از طرف حکومت نقض شد و تحمیل شد بالای نمایندگان مردم و بالای تمام مردم افغانستان. فلهذا وس دغه وخت چی دلته د ملت نمائندگان دغه توتريخوالې چې راغلې ده، ما مخکې مې ده چې په هر کورنۍ کې، په هر اجتماع کې، په هر ټولنه کې، په هر یو ناسته کې، په هر دوه نفرو کې اختلاف نظر شته او اختلاف نظر راځي. دا هیڅ خبره نه ده. سبا موږ هم دغه درې وانه خويندې ورونه شاید په یو کشته کې سوار شو، په یو سین کې ځانونه له وګو. دا یو واضح خبره ده چې سی خبر رازی او دورور په خبره چی گذشت، څنګه چی په فارسی کې وای گذشت خصلت مردان است، یعنی گذشت به هم او کو او سلمندی به ساتو او چی ترڅو صبر ونه لرو او سلونه کو او ترڅو دغه منګ راغټ شوی په جنگ کې او وس زړیګو په جنگ کې. نو دا واضح خبره ده چې زبان پر روح روان او په فکر او په مغز باندې تاثیرات لري. دا د سینه ده چې منګه یو خلق العاده تصمیم باید ولرو او فکر او مغز ولرو. نو دا واضح خبره ده چې د دې وطن نا خالی من مجبوره چې من لاس واچم دا کوم شخصي مشکل کوم اشاره وکړم. همین تاثیر وضعیت موجود بالای روحی مردم یک چیز میخوام د پای آقای مجیدی را ما بازم گفتم میتونم آقای مجیدی به ما و به بعضی از هم سنفی خود مافیا خطاب کرد. ما دوستش دارم، قهر است، مشکل نیست، اما این مشکل ها حل میشه. این مشکل ها حل میشه. آقای مجیدی کسی بود که شش ماه گفت که زنده باد حاجی ظاهر و از محکمه 62 نفر که یکی از اونا آقای مجیدی بود که اونا را کشیده بودن این محکمه و همچنان من پالویش بودم، امی حاجی ظاهر بود که ائتلاف حمایت از قانون ایجاد کرد و امی خودت بودی که شش ماه که تزو یک جای بودی و امی خودت بودی که او را باعث یک قهرمان به ایراد دعوتش کردی با 25 نفر وکیل و ویدیوی تصویر ویدیویی خودت دارم که در بسیار زیاد جای گفتی، در خود دنگرهار گفتی که این قهرمان ملت است. پس حال قار است، مشکل نیست، هیچ مشکل نیست، خیر است. اگر به زبان آقای مجیدی ما مافیا هستیم مشکل نیست، ولی اکثریت در تالار ما هستیم که فیصله کردیم که 11 وزیر باید بیاید و اکثریت هیچ وقت مافیا شده نمیده. اگر کوتاه اشاره بکنم آقای مجیدی، من هم جزو کسانی بودم که رای دادم که وزیرها 11 وزیر باید، ولی در جمع مافیا نیستم. اصلا یک مورد قبل از اینکه میخوام اشاره بکنم، کوتاه اشاره بکنم چون فرصت در مورد باجیب ظاهر گفتن، با گذشت زمان همه چیز واضح میشه. در اون زمان ما شناخت کافی در شورای مجلس بود، از دیگر نداشتیم. طبیعتا حالا اسناد دوسیه‌ای که از کسانی که یاد شد هم در دستگاه قضایی وجود داره و هم حرکت هایی که در درون مجلس امروز انجام میشه، همه چیزا رو ثابت میکنه که استدلال وجود نداره، منطق وجود نداره و زور گفتن و یک چیزه. به صفت نماینده واقعی منتخب مردم افغانستان میخوام بگم که اگر هزار بار دیگر از این حرکات زشت و غیر اخلاقی صورت بگیره، بالای ما و امثال ما و تیم فراد بجیدی صدای ما را کس خاموش کرده نمیتونه و دفاع از حق و حقوق مردم افغانستان
همچنان و دفاع از اونها استفاده خواهیم شد و جلوی ما کسایی که به ضرر مردم افغانستان باشن هر یکیشه من دوست ندارم. نه تنها من دوست ندارم، هیچ یک از مردم افغانستان رو دوست ما دوست داریم. بیننده گفتمان از تولو و از شبکه جهانی تولو نیوز بودید. سپاسگزار آقایان همایون فرهاد مجیدی اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، خانم وجمه صافی عضو مجلس نمایندگان افغانستان، آقای سرور جوادی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و جانداد اسمینغر رئیس جایی بنیاد انتخابات آزاد یا فیفا. با سپاسگزار شما که تا حال بیننده این برنامه بودید. شما همچنان می توانید این برنامه را در tolonews.com صفحه گفتمان بیننده باشید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.